خب شما میخواهید کامپیوتر بعدی خودتون رو بخرید؟ بله، به یک کارت گرافیک فکر کنید. اون بخش از کامپیوتر که مسئولیت کارت‌های گرافیکی رو به عهده میگیره با نام Graphic Processor Unit و یا به اختصار GPU شناخته میشه. و هر کامپیوتر رومیزی و یا لپتاپ یکی از اونها رو داره. GPU رو با نام ویدیو و یا گرافیک کارت هم میشناسن که در واقع یک چیپست الکترونیکیه که به بخش پردازش تصویر و گرافیک شتاب میده. خب پس با این اوصاف GPU تو اجرای بازی به صورت مشهود و همچنین کارهای گرافیکی، افکت ها، ویدیو ها کمک میکنه. GPU تو کارهای زیادی مهمه، مثل ویرایش ویدیو و یا طراحی، کار با فایل های معماری و حتی ماشین لرنینگ. دو مدل GPU وجود داره، یکیشون اینتگریتد و یا به اصطلاح آنبورد و دیگری دیسکریت و یا به اصطلاح مجزا. کارت گرافیک آنبورد در واقع داخل CPU قرار داره و این اجازه میده لپتاپ ها فوق نازک باشن، ارزون باشن و کمتر انرژی مصرف کنن. برای بعضی از بازی ها و یا ویرایش ویدیوی سبک و عکس خوب عمل میکنن. از اون طرف کارت گرافیک مجزا کاملا از CPU مستقله. کارت گرافیک های مستقل بزرگتر و پرمصرف‌تر است، ولی به کامپیوتر کمک می‌کنن تا گرافیک‌ها، افکت‌ها و ویدیوهای سنگین رو اجرا کنن. خب پس اگه شما عکس و ویدیو ویرایش می‌کنید و یا اینکه طراحی انجام می‌دید و یا اینکه زیاد بازی می‌کنید، به یکی از اینا نیاز دارید. و تنوع زیادی بین مدل‌های موجود GPU وجود داره که کارایی و قیمت متفاوتی با هم دارن. در نتیجه شما باید در مورد نیازمندیاتون تحقیق کنید و گزینه مناسب خودتون رو انتخاب کنید. شما میتونید عموماً این اطلاعات رو در مورد اپ و یا بازی مورد نظرتون تو سایت شرکت تولید کننده اون اپ و یا بازی مطالعه کنید. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه و همچنین جستجوی خوبی داشته باشید.